رشته دوم در بیان نماز. خب حالا طهارت رو بیان کرد از دیدگاه عرفانی، حالا نماز رو از دیدگاه عرفانی بیان می‌فرماید. عبارت است از توجه به حق. خیلی جالبه، نماز رو میگوید چیه؟ توجه به حق. ما یک سری اعمال رو میدانیم، مجموعه اعمال از قیام و رکوع و سجود رو نماز میخوانیم. مولانا و عرفا میگویند توجه به حق است، مصدر اصلی و اصل اصیل نماز توجه به حضرت حق است و او را مراتب است به حسب سلیه، به حسب نماز گذاردن مراتب است. افرادی که هم به حسب سلی هم به حسب مسلی، که کسی که نماز میخواند کیست که نماز میخواند و چگونه نماز میخواند، این نمازها هر کدام مراتبی دارد. یک نماز نیست، هزاران نماز است، میلیون ها و میلیارد ها نماز است. اصلا میتوان گفت هر کسی نمازی دارد برای خود، هر کسی بر اساس آنچه آفریده است در درون خود و به وجود آورده است نمازی برای خود دارد. نماز عوام قالبی باشد بی جان، فقط قیافش، چهرش، حرکتهای موزون، حرکتهای خوب. دکتر شریعتی میگه اگر این رو به این شکل بخوانید که من در سوئد ماندم و ورزش سوئدی میکردیم، سوئدی ها یه ورزشی دارن مثلا رکوع میکنن، سجود میکنن، حال با حرف دکتر شریعتی که درسته یا غلط کاری ندارم، ولی میگوید که آنهایی که به خاطر مثلا میگن خب رکوع بکنید آن وقت بدنتان چه میشود، چاکرایتان کذا میشود و از این حرفا، بعد رکوع و سجود و اینها بکنید، میگه خب اینها که بهتر از همه اینها در ورزش سوئدی هست، یا بهتر از اونها در آسانه های، این رو هم من میگم، در آسانه های یوگا هست بهتر از اینها. خب اگر کسی میخواهد واقعا به این مرحله برسد، اینها فقط اعمال و حرکاتی است که ذهن انسان رو بارور کند. این حرکت ها باعث می شود که درون انسان پاکیزه شود و البته اسرار خاصی دارد که ما غالبا از آن بیخبریم. نماز عوام قالبی است بی جان، چه جان نماز حضور دل است، که لا صلاة الا به حضور القلب. پیامبر فرمود لا صلاة الا به حضور القلب، نماز نیست مگر با حضور قلب. کسی حضور قلب نداشته باشد، قلبش حاضر نباشد در محضر مخبر کل، در آنجا دیگر هیچ فایده‌ای برای نماز او مترتب نیست و آن صورت بی ارتکاب ریاضات و مجاهدات از قبیل محالات است. کسی فکر کنه بدون ریاضت‌های عارفانه و عاشقانه و بدون مجاهدت‌های نفسانی، بدون مبارزه با نفس میتواند به آن نماز برسد و از قالب نماز بیرون رود، این البته حرف محالی است، حرف اشتباهی است. بعضی از عرفان‌های نوظهور میگویند شما فقط بیا به حلقه ما وصل باش، آن وقت همه چیز حل میشود، همه چیز گل و بلبل میشود، ریاضت هم لازم نیست، هیچ چیز دیگری لازم نیست. اینها عرفان‌های دروغین است. عرفانی که در آن ریاضت و مجاهدت نفسانی نباشد عرفان نیست، ملعبه است برای فریب دادن انسانها، این ساخته شده است. رکن اصلی عرفان ریاضت است، ریاضت و ریاضت و ریاضت. مولانا میگوید با ریاضت میتوان الله شد، با ریاضت می توان الله شد، نی توان موسی کلیم الله شد. میگه با ریاضت می توانی الله بشوی، بر اساس حدیث قرب النوافل. نی توان موسی کلیم، ولی موسی کلیم الله نمیتونی، چون موسی کلیم الله یک نفر بود، نمیتوانی او بشوی، ولی می توانی الله شوی. اگر انسان ریاضت ها رو کنار بنهد هیچ نخواهد شد، ملعبه ایست در دست شیاطین که تصور کند من بدون مجاهدت، بدون ریاضت نفسانی، بدون مبارزه با نفس خود به جایی خواهم رسید. نخواهد شد. و نماز خواص به حضور جوارح ظاهره و باطنه. جوارح اندام های ظاهری، با دست هفت قسمتی که در
سجود باید بر زمین باشد. ببینید چقدر زیباست این سجده ها. رأس بدن و قسمت اصلی بدن پیشانی انسان است، ناسیه انسان است که آن رو بر خاک می مالد. بینی مستحب است بر خاک مالده شود. ای انسان بینی خود رو بر خاک بمال و تکبر نکن، تصور نکن کسی هستی و چیزی هستی. در محضر آن رب الارباب در خلاصه ترین وضعیت و در ذلیلانه ترین وضعیت قرار بگیر. و این چهار علامت دارد. میگوید این که انسان نمازش واقعی باشد، این چهار علامت را شروع با علم، با علم شروع کند، بفهمد چرا نماز میخوانم. هر لحظه مثل این که دارد یک کار مهمی میکند، مثل که دارد به جنگ میرود. روایت است از پیغمبر که برای نماز مانند آن وقتی که به قضا میروید، به جهاد فی سبیل الله میروید، برای نماز آنچنان بروید، آنچنان آماده و مسلح باشید، خود را آماده کنید، خود را جمع جور کنید، شلوول و همینطوری به سمت نماز نرید، خودتون را جمع جور کنید با عزم جزم، با عقیده راسخ، با علم قطعی به سمت او بروید. قیام با حیا، وقتی قیام میکنی حیا کنی از خداوندی که در برابرش ایستاده ای، آن همه گناه کرده ای، دوباره آمده ای جلوی اون ایستاده ای. ما اگر نافرمانی یک مأمور عادی رو بکنیم چه میکنیم؟ اصلا میگیم به چشش دیده نشم، میبینه من خجالت میکشم. خجالت نمیکشیم، خیلی راحت بعد حالا مثلا الله اکبر میگیم و به نماز میریم. قیام با حیا، باید حیا کند انسانی که میخواهد نمازش غالب نباشد. و ادای با تعظیم، با تعظیم و با عظمت، با بزرگداشت خداوند این نماز رو به پایان برساند. اول شروعش خیلی جالب با علمه، بعد با حیا بایستد و کارهایش رو انجام دهد و با تعظیم ادا کند این فریضه عظیم رو. خروج با خوف و با خود بخشیده باشد، نکند این نماز من مقبول حضرت معشوق نباشد. نماز اخص الخواص، حال این نماز خواص بود، نماز عوام که معلومه یک سری حرکات ظاهری است که هیچ لذتی نمیبرد. چرا عوام لذت نمیبرد از نماز؟ به خاطر اینکه آخه چیزی ندارد. این نماز سرد و بیروح به چه درد میخورد؟ نمازی که گرم نباشد، نمازی که شخص در آن گرم رو نباشد، دل به عشق نسپرده باشد، دلش از آتش محبت الهی نسوخته باشد، این نماز به چه کار می آید؟ نماز اخص الخواص، اعراض به کلی از ماسوی الله. ماسوی الله رو نمی بیند. این مرتبه هست که وقتی که تیر در پای علی می زنند می گویند در حالت عادی طاقت نمی آورد. در جنگ احد تیری به پای حضرت رفت، در حالت عادی طاقت نمی آورد، بیهوش می شود. گفتند به پیغمبر، گفتند پیغمبر گفت علی وقت نماز بیهوش می شود، از خود بی خود می شود، بگذارید وقت نماز. در سجده آمد، جراح آمد، پایش را شکافت و تیغ رو کشید، او حتی یک آه هم نگفت چون متوجه نشد. بعد که از نماز آمد بیرون فهمیدند که چون این اتفاقی افتاده است. این اعراض به کلی از ماسوی الله، غرق در پهنای عمیق انوار الهی می شود و در بحر شهود مستغرق شدن است. وقتی او رو می بیند، وقتی در دریای عشق و شهود و دیدار حضرت معشوق غوطه می خورد، اون دیگر چه چیزی کم دارد؟ به چه چیز دیگری توجه کند؟ و اینجا لطیفه قرة عینی فی الصلاة روی نماید. پیغمبر فرمود قرة عینی فی الصلاة. گفتن یا رسول الله تو شما چه چیز رو در جهان بیشتر دوست داری؟ فرمود قرة عینی فی الصلاة، آن اصل چشم من و اصلی ترین قسمتی که من میبینم و آن ماده اصلی چشم من، مردمک چشم من، همان نماز است. یعنی انسان از همه اعضا و جواهر چشمش را بیشتر دوست می‌دارد و آن هم قسمت اصلی آن.
و حقیقت نماز نیست الا مناجات با حق. مناجات میکند. مناجات یعنی چه؟ از نجوا میاد دیگه. مناجوه بوده نجوه، نجوا کردن با خداوند، راز و نیاز کردن. نجوا میدونه که یک طرفه نیست دیگه. وقتی که انسان نجوا میکنه، سخنی میگوید، از آن طرف هم ما درد دل با یکی بکنیم چه اتفاقی میفتد؟ درد دل بگوییم، اون همچنان ما رو نگاه میکند و مینشنه و نگاه میکند، یک همدردی هم میکند، یک سری تکان میدهد، یک بله میگوید. و کسی که مستغرق بحر نماز شد، در آن صورت آن بله ها رو میشنود و آن عظمت ها رو مشاهده میکند. المصلی یناجی ربه. مصلی نجوا میکند، راز و نیاز میگوید با پروردگار خود. و در همین معنی فرمود: مرا غرض نمازان بود که یک ساعت غم فراق تو را با تو راز بگذارم. یه من همه از نماز چه میخواهم؟ مولانا میگه من از ای خدا از نماز چه میخواهم؟ من غم فراق تو رو با رازگونه با تو در میان میگذارم. وگرنه این چه نمازی است که هر ساعت نشسته روی به محراب و دل به بازارم؟ این چه نمازی است که رویم به محرابه اما دلم جای دیگر است؟ خب این چه فایده ای دارد؟ به یقین باید دانست که بی مرافقت انیس، نیاز بر بساط نماز محرم راز نتوان شد. بخواهی محرم راز نماز باشی، بایستی مرافقت کنی انیس نیاز رو. یعنی چه؟ یعنی مدارا کنی با کسی که نیازمند است. نماز با نیاز یک رابطه مستقیم دارد. نماز نازی است که پروردگار میکند و ایستادن تو به نماز نیازی است که تو به جانب او میروی. و این نیاز و ناز در بهترین نقش و در بهترین شکل در نماز خصوصیت مییابد. در کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. این البته از مولانا نیست. اینجا سخن در آن می‌رود که سالک باید که به معانی مودعه در نماز، که هر فعلی از افعال صلات اشارت به یکی از آن است، دانا گردد تا خلعت نمازش به تراز اعزاز قبول معلم مترز شود. و توجهی که در نماز مطلوب است جز به تربیت پیر کامل که امام حقیقی است میسر نباشد، کما قال ربه الله روحه. که البته این دیگر دراز است و انشاءالله بماند برای جلسه بعد. از اینکه تأمل و تحمل فرمودید و این پراکندگویی های ما رو به دیده عنایت پذیرفتید، بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که خداوند ما رو از مصلین واقعی و حقیقی قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین. در ادامه جلسات قبل، مباحث لب لباب مثنوی حضرت مولانا رسیده بودیم به قسمتی که مربوط به عبادات بود و مربوط به نماز بود. مقدمه اون رو جلسه قبل خدمت دوستان و خواهران و برادران پرده ارز کردیم. رسیده ایم به اول این بحث در چاپ ما در صفحه 52. این نماز آمد سلوک معنوی، بی دلیلی در نمازت چون روی؟ چون امام چشم روشن در صلات،
چشم روشن باید اندر پیش راه. در شریعت هست مکروهی کیا، در امامت پیش کردن کور را. گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد سفیه. کور را پرهیز نبود از قذر، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. کور زاد او پلیدی را نبیند در عبور، هیچ مؤمن را نباشد چشم کور. کور ظاهر در نجاست ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. کور ظاهر در نجاست ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. معنی تکبیر این است ای امین، که خدا ما پیش تو قربان شدیم. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرده جان تکبیر بر جسم نبی. خب از ابتدای این بحث فرمود که این نماز آمد سلوک معنوی، بی دلیلی در نمازت چون روی. او یا این متن رو خوندیم؟ نخوندیم؟ نه، از همین جا از همین صفحه از همین صفحه موندیم. بله بله، چشم. خب با عزتون این قسمت رو بخوانیم. شعر در کوی خرابات کسی را که نیاز است، هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. اینجا سخن در آن می رود که سالک باید که به معانی مبدعه در نماز، که هر فعلی از افعال صلات اشارت به یکی از آن است، دانا گردد. خب روشنی که چه می‌فرماید؟ می‌فرماید اینجا در این مباحث سخن در آن است که سالک باید به معانی که مبدع هست، به ودیعت نهاده شده است و به امانت گذارده شده است در ذکر و در نماز، باید به آنها توجه کند که معانی فراوانی در نماز است، علاوه بر معانی که در ظاهر آن است، در باطن آن نیز معانی بسیار عظیمی نهفته است. فعلی از افعال صلات اشارت به یکی از آن است، که هر فعلی از افعال نماز، هر کاری که ما در نماز انجام می دهیم، اشاره به یکی از آن معانی مبدعه در داخل نماز است. رکوع نشانه چیزی است، سجود نشانه چیز دیگری است، و قنوت و ذکر و تسبیح و همه اینها هر کدام نشانه رمزی از رموز و اسراری از اسرار الوهیت است. باید او دانا گردد، باید بداند اینها رو، و صرف دانستن اعمال و رفتار ظاهری کفایت نمی کند. تا خلعت نمازش به طراز اعزاز قبول معلم متدرس شود. تا اینکه نماز رو به خلعت تشبیه کرده، خلعتی که باید طراز اعزاز، طراز یعنی موزونیت، اعزاز هم یعنی اکرام و عزیز داشتن، قبول معلم متدرس شود. معلمی که یا تعلیم داده است و این انسان معلم شده است و متدرس است، یعنی به هنجار از رفتارهای او، این خلعت نماز باید چنین باشد. این خلعت می دانید که وسیله است که پادشاهان بر تن
مجریان خود بر تن کارگزاران خود و بر تن آن که او را دوست می‌داشتند می‌کردند. و این است که گفته شده است که خلعت، نماز خلعت بهشتی است که خداوند خود بر دوش انسان نمازگزار می‌اندازد. و البته این خلعتی که خدا می‌اندازد بایستی مترجز به طراز الوهیت باشد و معین به تعیینات خاص معنوی و روحانی باشد و آنقدر باید این پیش برود که مورد قبول انسان‌ها شود و مورد قبول حضرت کردگار هم البته باشد. طراز خلعت، خلعت چون حاشیه هایی دارد و انصافاً خلعت به همین حاشیه هایش شناخته می شود، طراز اعزاز هم همان است که در اینجا اشاره کرد. و توجهی که در نماز مطلوب است جز به تربیت پیر کامل که امام حقیقی است میسر نباشد. آن توجه خاصی که در نماز مورد طلب است و ما او رو میخواهیم بایستی به تربیت پیر کامل که امام حقیقی است باشد. کما قال ربه الله روحه، چنانچه فرمود که خداوند روح او رو پرفتوح و مروح فرماید. اینجا اشاره به این است که همچنان که در نماز امامی نیاز است و امامی در جماعت نیاز است که او در پیش باشد و دیگران به او اقتدا کنند، قصه سیر و سلوک معنوی هم همین است. یعنی کسانی که در سیر و سلوک دستی دارن و میخواهند در سیر و سلوک قدمی بردارن، البته که آنها بایستی به دنبال آن امام باشند. میبینید که امام وقتی ایستاده از همه ایستادند، وقتی رکوع میکنند همه رکوع میکنند، وقتی به سجده میروند همه در سجده میروند. و همچنین است ادامه مطلب، هرچه امام میگوید اینها میگوید و حتی گاه حرفی رو و سخنی رو امام میگوید و اینها نمیگویند و همه این و امام به جای اینها میگوید. در حقیقت امام است که به جای مأمومین سوره رو میخواند، فاتحه رو میخواند. اینها نشان دهنده آن است که اگر کسی قرار است در مسیر عشق و عرفان قرار بگیرد میبایست امامی باشد او رو و به دنبال امامی باشد که او هرچه میکند متعاقباً او نیز همان رو تکرار کند. و اگر سجده را طولانی کرد بایست طولانی کند، اگر رکوعش زیاد بود یا اندک بود منوال او و رفتار او بر مبنای منوال و رفتار امام است. اینجاست که می‌فرماید توجهی که در نماز مطلوب است جز به تربیت پیر کامل که امام حقیقی است میسر نباشد. این نماز آمد سلوک معنوی. مولانا نماز رو یک سلوک معنوی می‌داند. سلوک چیست؟ سلوک یعنی راه رفتن. ما در نماز راه نمی‌رویم، حتی اگر راه برویم هم نماز من باطل است. اما اینجا این سلوک، سلوک ظاهری نیست، رافتن ظاهری نیست، سلوک معنوی است. این نماز آمد سلوک معنوی. اولا گفت این نماز، نگفت آن نماز، چرا که انسانی میتواند از نماز سخن بگوید که با او همتراز باشد، با او همراه باشد. این نماز آمد سلوک معنوی. بی دلیلی در نمازت چون روی؟ بدون دلیل چگونه میخواهی به نماز بروی و چگونه در نمازت میخواهی بروی؟ آن سلوک در نمازت چگونه میتواند باشد بدون دلیل؟ دلیل البته آنچه که ما میگوییم دلیل به جای برهان به کار میرود در لسان عوام ما، ولی چون نیست دلیل اصلا به معنای برهان نیست. دلیل از دل یدلو یعنی راهنما، دل یعنی دلالت کرد. چیزی که ما رو به چیز دیگری راهنمایی کند میشود دلیل.
دلیل یعنی راهنما. کسی که انسان رو راهنمایی کند به سوی آن راهی که او در پیش گرفته است. حتی در میان عرفا مشهور است که غیر از آن پیر اصلی و پیر کامل و آن امام حقیقت پیری هست به نام پیر دلیل که در عرف عرفا هم هست، در غالب خانقاه ها از او استفاده میبرند. این که میگوین او پیر دلیل است، یعنی او راهنمایی میکند سالک رو. قبل از این که به حضور پیر کامل و مرشد کامل برسد میبایست که مقدماتی رو بگذراند و آن پیر دلیل این کارها رو برای او مهیا میکند و او رو میآموزاند تا اینکه لیاقت تشرف به محضر شیخ رو داشته باشه. این نماز آمد سلوک معنوی، بی دلیلی در نمازت چون روی. میگوید شما وقتی هر جا میخواهید بروید دلیلی و راهنمایی برای خود برمیگزینید. هر جایی رو که شما قبلا نرفته ای راهنمایی برای او برمیگزینید. در هر نماز انسان به جایی میرود که قبلا نرفته است و نماز آن است که چنین باشد. نماز اگر چنین باشد، سلوک معنوی نماز چنان باشد که همان جایی که دیروز رفتم امروز هم بروم، یا اگر جایی نرفتم همان جا باز بمانم، که این نماز نیست. این همه کدورت که پیش می آید، این همه اخلال و خلل که در نماز خواندن های ما پیش می آید به خاطر تکراری شدن آن است. ما نمازهای ما با هم تفاوتی نمی کند، رکعاتش با هم تفاوتی نمی کند و این مشکل عمده است. چرا بعضی وقتها انسان ها کاهلند به نماز؟ علتش این است که از نماز لذت می برند. همیشه یک راهی رو انسان حرکت کند و همیشه در یک مسیر برود، راه به کجا خواهد برد؟ انسان خسته می شود. چقدر یک راه معین رو برود و برگردد؟ هر انسانی خسته می شود. این است که گفتند آن امام اگر مأمون متصل به آن امام بود، آن امام که در سیر و سلوک معنوی جهانها رو می پیماید و در عرش پرواز می کند، اگر این سالک معنوی هم که پشت او به نماز ایستاده است، اگر او هم دل رو به آن امام دهد، البته آن امام دست او رو خواهد گرفت و تا عرش او را هم خواهد برد. مطمئنن آن امام نماز هم هر بار به یک جا سفر نخواهد کرد، همیشه جای دیگری است، همیشه تنوعی است و همیشه عظمتی دیگرگون در این بحث است. کسی که سلوک معنوی دارد و در پشت سر امام حقیقی نماز میخواند و سلوک میکند، او میتواند هر لحظه به گونه دیگر دارد، چنانچه امام او هر لحظه رنگی دیگر و روی دیگر می‌بیند، هر لحظه تجلیات دیگری بر او روی می‌کند. و اگر او هم خود رو همراه او بکند و خود رو مستحیل در وجود شیخ و پیر خود بکند، البته همان چرا که آنچه را که پیر می‌بیند البته این مرید هم خواهد دید. آنچه مراد سید می‌کند تا حدی، اگر کامل هم نبود تا حدی او هم او رو خواهد دید. این است که میگوید چگونه هست که ما هر جایی میرویم، هر جای جدیدی میرویم، یک دلیل و راهنما با خود میبریم. چگونه هست که برای این راه نماز، این سلوک معنوی نماز که بسیار اهمیت دارد، ما کسی رو با خود همراه نبریم و از کسی به عنوان دلیل و راهنما پیروی نکنیم؟ این لازم است تا تو در نماز بروی و در سلوک معنوی نماز باشی. چون امام چشم روشن در صلات، چشم روشن بایدن در پیش را. میتونیم این رو هم چشم روشن بخوانیم، یعنی کسی که چشمش روشن است، و هم میتوانیم روشن رو صفت چشم بدانیم و بگوییم چشم روشن. هر دو میتواند صحیح باشد. خب امامی که چشم روشن است، اینجا مطلبی رو بیان می‌کند که ما در فقه هم داریم که
کسی که میخواهد امام جماعت باشد، امام جمعه باشد، نباید ذلیل باشد، نباید کور باشد و باید بینا باشد. مولانا از این بینایی و این بصیرت استفاده میکنه. در آنچه در فقه هست این است که باید چشمش بینا باشد، کور نباشد، جلوی خود رو ببیند، قبله رو بشناسد، آفتاب رو و محلش رو بداند. اما آنچه که در عرفان است و اینجا به او توجه کرده است، چشم روشنی چیز دیگری است. چشم روشن نه اینکه این چشمش باز باشد و همه انواع و رنگ ها رو ببیند و تشخیص دهد، بلکه آن است که او بصیرت داشته باشد، بصیرت امامانه داشته باشد، بصیرت راه داشته باشد، راه رو بشناسد و بتواند که ما رو در این راه پیش ببرد. چشم روشن طریق الوهیت باشد، چشم روشن سلوک و عرفان و عشق حقیقی باشد. چون امام چشم روشن در صلات، چشم روشن باید اندر پیش را. اگر کسی که پیش راه است بایستی چشم روشن باشد. بنابراین کسی میتواند پیر سالکان باشد که چشمش روشن باشد، بصیرت داشته باشد و روشن بین باشد. آنچه را که دیگران نمیبیند او ببیند. در شریعت هست مکروه کیا، کیا یعنی انسان بسیار بزرگ، انسان والا، عزیز. در شریعت هست مکروه کیا، در امامت پیش کردن کور را. در امامت جماعت نبایستی کور را در پیش داشت. گرچه حافظ باشد و چست و فقیر، اگرچه حافظ باشد و چست باشد و فقیر باشد، چشم روشن به، وگر باشد سفید، حتی اگر سفید هم باشد چشمش روشن باشد بهتر است. خب اینجا به مواردی اشاره میکند مولانا که جزء در حقیقت شرایط فقها هاست. حافظ به معنای حافظان حدیث است و آنچه که به غلط توسط عده‌ای که علم و اطلاع نداشتند حافظ رو به حافظ قرآن معنی کرده اند، اینان چون اطلاعات دینی و علمی عمیق ندارند، حافظ رو حافظ قرآن معنی کردند. حتی در مورد شخص جناب حافظ هم چون این تصور غلطی رو کردند، چون که نمی‌دانستند که حافظ به معنای حافظ قرآن نیست. قدما همه حافظ قرآن بودند، حافظ قرآن بودند که مزیتی محسوب نمی‌شد. حافظ یعنی حافظ روایات باشد. حافظ اگر مراجعه بفرمایید در کتاب‌های که اهل اصطلاح هست، حافظ معنای حافظان روایت و راویان حدیث باشد، که گفتن کسی حافظ است که حداقل 50,000 روایت رو از حفظ داشته باشد با اسانید آن. اسانید آن یعنی با احادیث معنونی که هست و میگویند سمعت و انفلان انفلان یقول و انفلان انفلان، این معنون هست، یعنی سلسله اسناد رو و سلسله این روایت رو و حدیث رو برساند به آن اصلش، یعنی بگوید من شنیدم از فلانی و او هم از فلانی شنیده بود و او هم از فلانی، اینها برسد تا مثلا به امام معصوم برسد، برسد به امام صادق علیه السلام، برسد به پیامبر اسلام. اگر اینها نباشد، یعنی یک حدیث در علم الحدیث، در درایت الحدیث، در فقه الحدیث، همه اینها رو داریم که بایستی اینها به ترتیب برود. منظور از حافظ بودن همان است، نه حافظ قرآن بودن که بعضی قلت کم اطلاعی این رو مطرح کردن و البته تبدیل به یک امر کلی شده است و اگر کسی بگوید حافظ منظور حافظ قرآن نیست، همه تعجب میکنن که این چه سخن جدید و نوعی. نه، سخن جدید نیست. آنها که این رو در این 50-60 سال اخیر بیان داشتند سواد کافی رو در این مطلب نداشتند. گرچه حافظ باشد و چست و چست بودن هم خیلی جالبه که در مورد امامان جماعت گفتند چست باشد، یعنی بتواند بنشیند، بایستد، در رکوع رود، به سجده رود، یعنی پاهایش و بدنش برای اون قابلیت رو داشته باشه. به همین خاطر گفتند چست باشد.
کسی که امام جماعت است بهتر از حافظ باشد، نه حافظ قرآن بلکه حافظ احادیث نبوی باشد. سپس چست باشد، یعنی بتواند اعمال نماز را انجام دهد، زود خسته نشود. سپس تقی هم باشد، به فقه اسلام هم آشنایی داشته باشد. اما میگوید که این باید چشم روشن باشد، اگر حتی رشد هم نداشته باشد، رشید هم نباشد، یعنی به طریق اولا صفیح هم باشد. صفیح کسی است که رشد نداشته باشد. رشد هم یعنی همشیت امور مالی و مسائل مالی. به کسی صفیح میگویند در اصطلاح که او نتواند امور مالی خود رو به عینه و رأساً تمشیت بکند و امور مالی خود رو ممکن است که از دست بدهد و کار خطا بکند، چیزی را بخرد که قیمتش خیلی پایین تر از آن بود به قیمت بالاتر بخرد. به این میگویند صفیح که در برابر رشد هست و مواردش معین است. میگوید گفتن که حتی اگر کسی رشید هم نباشد، یعنی امور مالی خودش را هم نتواند بگذراند، اگر حتی چست نباشد، فقیه هم نباشد، حافظ هم نباشد، باز بایستی چشم روشن باشد. و اگر همه اینها باشد و چشمش کور باشد، نمیتوان او را به عنوان امام جماعت در نظر گرفت. منظور این است که بایستی این بصیرت کامل در وجود انسان و در وجود آن پیر باشد، وگرنه اگر آن بصیرت نباشد به فایده ای نمی‌ارزد. در شریعت هست مکروه کیا در امامت پیش کردن کور را، گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد سفیه. دلیل میاره الان، میگه کور را پرهیز نبود از غزل. غزل یعنی ناپاکی، پلیدی، غزارت هم به همین معناست. کور را پرهیز نبود از غزل، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. این پرهیز کردن و حذر کردن اصلش مربوط به چشم است. چشم است که میتواند پرهیز رو به انسان یاد بده. خب ما که میرویم در راه حرکت میکنیم از چیزهایی پرهیز میکنیم، از افتادن به جایی پرهیز میکنیم، از خوردن به دیوار پرهیز میکنیم، از خوردن به دیگران پرهیز میکنیم. این چشم است که ما رو به این سمت میکشانه. حذر هم که یک بحث خاصیه، حذر در مثنوی خود یک اصطلاح خاصیه و جاهای او رو سخن گفته و حذر رو آموخته است. حذر یعنی انسان بیگدار به آب نزند، هم بدون اینکه بسنجد و بیارزد، نبایستی که راهی رو انتخاب کند و به سمتی حرکت کند. او پلیدی را نبیند در عبور، هیچ مؤمن را نباشد چشم کور. او وقتی عبور می کند نمیبیند که اینجا مثلا آب است و اینجا مثلا نجاستی هست و خب چون نمیبیند، بنابراین او رو نبایستی امام قرار داد، چون ممکن است که لباسش و تنش ملبس شده باشد. هیچ مؤمن را نباشد چشم کور. میگوید مؤمن اصلا چشم کور نیست. مؤمن حتی اگر ظاهرن هم چشمانش نبیند، باز هم چشمش کور نیست، او بصیرت دارد. و نوری است که از جانب خداوند آمده است و به نور خداوند میبیند. روایت خیلی زیبایی است که میگویند اتقو فراست المؤمن، گفتن که از بترسید از فراست مؤمن، از هوشیاری مؤمن بترسید. اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، چرا که او با نور الهی میبیند. هرچند که کور هم باشد او با نور الهی میبیند. دریافتهایی دارد که دیگران این دریافتها رو ندارند. کور ظاهر در نجاست ظاهر است. من هر دو رو خوندم، یا کور ظاهر بخوانیم
کسی که ظاهرش کور است یا اینکه کور ظاهری بدانی. کور ظاهر در نجاست ظاهر است. خب نجاست که باشد وقتی که کور ظاهر هست نجاست رو هم نمی‌بینه. وقتی کور است در نجاست هم ظهور دارد. کور باطن در نجاسات سر است. یا کور باطن کسی که باطنش کور است در نجاسات سر است. میگه که وقتی که کسی ظاهراً کور است خب نمی‌بینه، ممکن است در نجاست بیفته. نهایتاً لباسش و بدنش کثیف می‌شود، می‌شوید و می‌رود و این حل میشه. اما کسی که در اصل در سر او در نجاست است، او کور باطن است. یعنی اسرار وجودی او و درون او پر از نجاست است. بنابراین وقتی در درون است نه خودش متوجه میشود که در نجاست است و نه دیگران متوجه میشوند و راهی هم ندارد برای شستشویش. نجاست درونی همچنان که در مورد طهارت بیرونی و درونی و این سلم و طهارت سخن گفتیم در جلسه قبل به تفصیل دیگر اشاره نمی کنم، این که طهارت ها وقتی سگانه هم نجاست همچنین است. نجاست های ظاهری، نجاست ظاهری با آب پاک می شود و شسته می شود. نجاست لباس با یک بار زیر آب گرفتن حل می شود، اما نجاست درون غالبا بدون پاکی باقی خواهد ماند. بسیار بسیار سخت است. معنی تکبیر این است ای امیم که خدا ما پیش تو قربان شدیم. خب میگوید چون شدیم بود این رو امیم خواندیم، ولی امام هست دیگه، از امام هست، ممال شده است. میدانید که الف میتواند به واسطه قافیه که میآید اماله شود و ممال باشد. ممال یعنی میل داده شده است از الف به سمت یا. این حروفی که هستن واو و الف و یا و بیشتر الف و یا هستن که اینها به هم دیگر ممال میشوند و به هم دیگر تبدیل میشوند و تغییر میکنند در خواندن. معنی تکبیر این است امین که خدا ما پیش تو قربان شدیم. خب از حالا شروع میکند و مولانا معنی تمامی حرکات و اسرار نماز رو بر ما بازگو میکند. اول که میایستیم به سمت قبله، قبله رو که مشخص کرد بایستی به سمت قبله بود، بعد مشخص کرد که بایستی امام چشم روشنی در برابر این معمومین باشد، این هم که روشنه. اکنون ایستاد به نماز. اول نماز تکبیرت الاحرام است و همه میدانیم که اول نماز با تکبیرت الاحرام است. تکبیرت الاحرام رو خب هر کسی به گونه ای گفته است. عده‌ای گفتند که دست ها رو بالا میبرند، بعضی ها موازی با گوش گفتند، بعضی ها بالاتر گفتند، بعضی گفتند دست رو بیاندازد تکبیر بگوید، بعضی گفتند در بالای سر تکبیر بگوید. همه اینها رو در اینجا مد نظر دارد مولانا. معنی تکبیر این است امیم که خدا ما پیش تو قربان شدیم. اصلش این است که خدایا ما قربانی تو هستیم. اولا قربان که از کردن قربان از قروب یقربا هست، یعنی نزدیک شدن. قربان شدیم یعنی به تو نزدیک شدیم. این دوئیتی که بین بنده و خدا بود از میان برخاست. و یکی هم این است که وقتی دست ها رو معمولا دست ها به علامت تسلیم بالا میبریم و به علامت تحیی و سلام و درود به کار میبریم، وقتی که کسی میبرد و میبرد الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از هر چیز، وجود خودش رو قربانی کرد در وجود خداوند، در پیشگاه خداوند، چرا که او را اکبر میداند و خود رو اصغر، خود رو پایین تر میداند و او رو برترین میداند. معنی تکبیر این است ای امیم که خدا ما پیش تو قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر میکنیم همچنین در ذبح نفس کشتنی. همچنان که وقتی میخواهی قربانی رو بکشی تکبیر میگویی. روال بوده که وقتی میخواستن قربانی رو در منا در
مراسم حج سر ببرن و قربانی کنن دست بلند میکنن و تکبیر میگفتن و اکنون هم هست این قصه که با تکبیر شد یعنی الله و اکبر میگفتن این همچنین وقت ذبح الله وقت ذبح الله و اکبر میکنی همچنین تو در وقت ذبح الله و اکبر میگویی اینجا همچنین است همچنین در ذبح نفس کشتن وقتی که میخواهی نفست رو هم بکشی خودت رو و خودخواهیت رو و خودپرستیت رو بکشی در اینجا هم الله اکبر میگویی در آنجا الله اکبر میگویی تا این حیوان رو بکشی اینجا الله اکبر میگویی تا این نفس خود رو بکشی نفس چیست؟ نفس تکبر میکند نفس میگوید انا اکبر و او میگوید الله اکبر ببین کدامین اکبر است و وقتی شما در آنجا آمدی و نفس رو قربانی کردی و نفس خود رو پایین آوردی و گفتی الله اکبر و نفسی لیس اکبر آنگاه که این رو گفتی قصه تمام شد قصه حل شد از اول ورود پرشن و پرجلالتی است همچنین در ذره نفس کشتنی خیلی زیبا نفس کشتنیه نفس بایستی کشته شود کشتنی یعنی اینکه از خصوصیات نفس آن است که باید کشته شود نفس اگر یک ذره به او مهلت دهیم او ما رو خواهد کشت اگر او رو یه ذره بهش کبریا بدیم اکبری به گوش او بخوانیم دیگر او هرگز برای ما اصغر نخواهد شد هرگز کوچک نخواهد شد همچنان پیش خواهد رفت نفس اجدرهاست او کی مرده است از غم بی‌آلتی افسرده است قصه همه مارگیر رو همه شنیده ایم و همه میدانیم این نفس کشتنیست این نفس رحم نکردنیست کافیست یک بار این نفس رو بهش رحم کنیم یک مقدار به او زمینه بدهی کافیست ذره‌ای او رو گرانی بدار به زودی تو رو خوارترین خوارهای جهان خواهد کرد یک ذره اگر به این نفس توجه کنی هزار بار هزار قدم به سوی تو خواهد آمد و خاکریزها رو پشت سر هم فتح خواهد کرد آن مارگیری بود در زمان قدیم که مولانا در مثنوی بسیار زیبا او رو بیان می کند می گوید که مارگیری بود در حوالی شام و دمشق در کوههای دمشق و شام که می گشت یک کوه ها هنوز سرد بودن هنوز هوا گرم نشده بود رفت آنجا ماری رو پیدا کرد این مار که در بین یخ ها و برف ها گرفتار بود می دانید که ما خونسرده و دمای محیط رو به خودش می دید بنابراین خیلی مار بزرگی بود او رو برداشت و در کیسه خود کرد در انبان خود کرد و آورد به شهر که با او مار بازی کنند و پولی در بیاورد نهایتا وقتی که آورد و در شهر دمشق در میدان مرکزی این مار عظیم الجثه رو آورد همه مردم جمع شدند که ببینن این چیست و او داشت از اوصاف مار میگفت و از مار تعریف میکرد و سخنها بیان میکرد تا اینکه پول جمع کند تا اینکه این آفتاب تموزی آفتاب تابستانی کم کم این مار رو گرم کرد مار که وجودش گرم شد بلند شد و اولین کسی که او را کشت همین مارگیر بود و سپس به مردم حمله کرد مولانا میگوید نفس اژدرهاست او کیخفته است از غم بی‌آلتی افسرده است این اژدها این مار نفس بی‌آلت است اگر میخوابد کاری ندارد کافیست به او ابزاری بدهی که بتواند خود را نشان دهد چنان دماغ از روزگار انسان در بیاورد که هیچ کس اصلا تصورش رو هم نمیتوانه بکنه و این خیلی مهم است در قصه دیگر مولانا به قصه خاربونی اشاره می‌فرماید که یک راهی بود که خاری در
میان راه افتاده بود از این خارهای قوی، یک نفر هم هر روز از آن راه میگذشت، میگفت حالا امروز این خار بگذار باشد، فردا این خار را خواهم کرد، کند و دور خواهم کرد. کند ای میگفت من فردا این را خواهم کند و هر روز به فردا مینهاد، وعده امروز به فردا مینهاد، تا جایی که آن خار هر روز بزرگتر میشود و این شخص هر روز نحیفتر و لاغرتر و ضعیفتر، تا اینکه زمانی که میخواست، چون تصور کرد هر وقت بخواهد میتواند این خار رو در بیاورد، اما وقتی که اون تر بهتر شد، قویتر شد، این ضعیفتر شد و هرچه کرد نتوانست که خار رو در بیاورد، میگوید با نفس اولین مرتبه باید حسابش رو روشن کرد. اگر نفس تمنیاتی داشت، اول مرتبه باید حساب او را رسد. و اگر این اول مرتبه نباشد، نمیتواند. به یکی شنیده این تمنتون، یکی معلمی بود، آمد به کودک گفت که بگو الف. همه میگفتن این نمیگفت، گفتن بگو الف، گفت نگفت، گفتن بگو الف، نگفت، یک کتک میزدن. که بگو الف، این هم نمیگفت. گفتم او یک نه الف بگو خلاص شد دیگه، یه الف دیگه کاری ندارم، یک الف بگو خلاص شد. گفت من کاری ندارم، اگر این الف رو بگم دست از سر من بردارم مشکل ندارم، اگر بگویم الف خواهند گفت به، خواهند گفت ته، تا جیم و دال و ها و خواهند رفت و بعدش خواهند گفت با اینها جمله بساز. من از اول چکار میکنم؟ از اول راه نفوذ رو بر اینها میبندم. راه نفوذ نفس همین است. بایستی در این مدرسه دل و مدرسه عشق، بایستی اولین کاری که انسان بکنن این است که راه نفس رو بگیرن. این الف اول رو نباید به نفس گفت. این بله اول نفس رو بدحال میکند، نفس رو دگرگون میکند. بله اول که آمد، مطمئن باشید بله های دوم و سوم و بعدی هم خواهد آمد. این اولین حرکت بسیار مهم است. یکی از عرفا بود، گفتن دیدن که از آب به لب میخورد، گفتن در یخچالی بوده است، از آن یخچال های قدیمی که یخ می آوردن، یارانش گفتن تو همه این آب های به لب رو میخوری، یک آب سرد برای تو بیاوریم. گفت نه نمیخورم. گفت خب آب سرد که مشکلی نیست. گفت اولا اکنون که بخواهم میگوید که این آب سرد رو خوردم، بعد اینکه سردتر باشه، خب سرد این آب سرد که اینجوری نمیچسته، در حال بایستی دوغ سرد برای من بیاورید. دوغ سرد آوردی، میگوید که غذای گرم برای من بیاورید که با این میچسبد، این خوب است. بعد کباب نرم، نان گرم و همه اینها، و این تمنیات نفس شروع شد. من دیگه نمیتونم جلوی این رو بگیرم، من از همین حالا این آب رو گرم میخورم تا این نفس عادت نکند که هرچه از من میخواهد من به او بله میگم. اساسا گفتند بزرگترین راه تقوا این است که انسان به خواهش های نفسانی نبگوید. هرچه که باشد، هرچه که بخواهد و هر چیزی که او میخواهد که بهش دست پیدا بکند به او نبگوید. اولین نگفتن بسیار بسیار آسان تر از این است که انسان بعداً به او نبگوید. نفس خود را کشتن برد فراد؟ بله. مکش را خورشید عراق؟ بله، دست شما از این. این خورشید عراق با این نفس سرکش چه ها که نمی کند. تن تو اسماعیل و جان همتون خلیل. میگوید تن مانند اسماعیل است و جان مانند ابراهیم. ابراهیم خلیل آورد اسماعیل رو تا چکار کند؟ سر از بدن او جدا کند، یعنی قربانی کند. میگوید این تن تو هم همین است. تو وقتی به نماز ایستاده ای، روحت که ابراهیمی است، روحت که ابراهیم خلیلی است، بایستی نفس اسماعیلی رو بکشی، تن اسماعیل رو بکشون. کرده جان تکبیر بر جسم نبی. جان تکبیر میگوید بر جسم نبی. نبی یعنی هوشیار و جانی، جانی که جسمی که به واسطه جان هوشیار شده است. گشته کشته تن ز شهوت ها و آز،
شد به بسم الله شد به بسم الله بسمل در نماز. خب میگه گشته کشته تن ز شهوت ها و آز، تن ما رو و بدن ما رو این شهوت ها و آز، و آز یعنی انسان حرص بخورد، حرص بیهوده، شهوت های انسان و آز انسان این بدن رو کشته است. شد به بسم الله بسمل در نماز. وقتی در نماز می آید، در اولین بسم الله که گفت، تکبیر رو که گفت، وقتی تکبیر رو گفت الله اکبر، یعنی نفس اکبر نیست بلکه الله اکبر است، نفس رو کشت. بعد می رسد به قرائت، می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین تا آخرش. در این بسم الله می گوید وقتی که این آمد بسم الله رو گفت، این تن انسان بسمل شد. بسمل شدن یعنی کسی که بسم الله الرحمن الرحیم بر او گفته شده است. معمولا مرغ رو سر میبرن یا حیوانات رو سر میبرن یه بسم اللهی میگوین. این بسم الله الرحمن الرحیم نشانه از آن بسمل است. آوردن این بسم الله الرحمن الرحیم رو مخفف کردن شده بسمل. و در ادبیات ما فراوان از مرغ بسمل گفتن، یعنی مرغی که بسم الله الرحمن الرحیم گفته شده، یعنی سرش رو از تن جدا کردن، قربانی کردن. یا هر حیوانی که بر او بسمل گفته باشه، بسمل یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مثلا حوقله داریم، حوقله گفتن اعلی، به لا حول و لا قوت الا بالله که این لفظ بزرگی است، به جای اینکه بگن فلان کس لا حول و لا قوت الا بالله گفت، میگوید حوقله فلان، فلان کس حوقله کرد. حوقله کردن یعنی گفت لا حول و لا قوت الا بالله. این لفظ رو آوردن و خیلی کوچک، حتی به فعل هم تبدیل کردن. الله الرحمن الرحیم گفتن رو هم گفتن بسمل. و آن معمولا در ذبحیات هست که وقتی میخواهند مرغ رو ذبح بکنند یا حیوان رو ذبح بکنند بسمل میگویند. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده، مانندی که قیامت هست. خب نشسته تکبیر گفت، الله اکبر گفت، گفت الله اکبر است، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، حال دارد چکار میکنند؟ نسبت به خدا میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نگمراهان، نه به آنهایی که راه آنان که به آنها هدایت کردی. خب در اینجا گویا قیامت است. چون قیامت پیش حق صفها زده، در قیامت صفها زده اند. خب میدونید دیگه که در روز قیامت از احوال قیامت هست که همه می آیند تا یلقا منشوراً، اون منشوری که دارند، آن نتیجه اعمالی که دارند همه در آنجا ببینند. البته اینها گاهی تمثیلی است، ولی هیچ ایرادی هم ندارد که تمثیلی نباشد و واقعی باشد، چون هیچ کس ندیده است. آن قصه قصه دیگری است و حول روز قیامت امر دیگری است و مستبعد هم نیست. مانند این که این فردی که ایستاده و ردیف ها ایستاده است در برابر قبله حق، در نماز ایستاده اند، اینها گویا در پیشگاه خداوند در روز قیامت ایستاده اند. میگوید هر وقت که شروع به نماز کردی، خود رو در قیامت احساس کن، خود رو در محشر کبرا احساس کن. خب ببینید اگر این چنین آدم نمازی بخواند چه نمازی میشه. با این بعضی ها گفتن که مثلا در عرف هست که میگن الله اکبر، این عرف ها گفتن وقتی این گفت الله اکبر، یعنی هرچه هست رو در پس سر انداخت، غیر از الله رو پس سر انداخت و در مقابلش فقط اینما تولو فسر نوچ الله هست، دیگر مورد دیگری نیست. وقتی دست رو گفت الله اکبر، یعنی خدای من همه رو به پشت سرم راندن و آنچه در برابر من هست، آنچه من میبینم فقط جمال نورانی حضرت توست. چون قیامت پیش حق صفها زده،
در حساب و در مناجات آمده. حساب رو آوردن، مناجات چرا؟ مناجات هم داره نجوا میکنه، میگوید خدایا آبروی مرا نبر، خدایا اینهایی که در کنار من هستن، اینها من رو در دنیا آدم خوبی میپنداشتن، آبروی مرا نبر، خداوند آبروی مرا در پیش فرزندم نبر، خداوند آبروی مرا در پیش دوستانم نبر، اینها به من ظن خوب داشتن، اینها مرا آدم خوبی میپنداشتن، اکنون ببینن که من این همه زشتی، این همه پلیدی، این همه پلشتی داشتم، چه خواهم آورد؟ ایستاده پیش یزدان عشق ریز، بر مثال راست خیز رست خیز، مثالی که راست خواسته است، راست است مثال رست خیز، معاد راست است، حقیقت است و این حقیقت است، آنها که اون رو باور نمیدارند، بایستی بیشتر تعقل نمایند. رست خیز، رستن و خیزیدن است. رها شدن و خیزیدن یعنی برپا شدن و ایستادن. رستاخیز هم بوده است. یک مسئله ای رو هم عرض بکنم. اگر انسان نمازی خواند و گوشه چشمی رو نم نکرد، البته عرفا گفتن این نماز نیست. نمازی که انسان بخواند از اول تا آخر نماز گوشه چشمش تر نشود، این نماز نیست. این رو فقط تو این جلسه میشه گفت، در جای دیگه نمیشه گفت که واقعا نماز نیست. نمازی که با گریه همراه نباشد، با اندوه درون همراه نباشد، نماز نیست. از دیدگاه عرفا، چون عشق آن وقت جاری میشود که تمامی عواطف و احساسات درگیر او باشد. بیش از ده ها نوع احساس درگیر می شود و اینجا البته احساس با تعقل که ببیند در برابر کیست، ببیند که در برابر یزدان ایستاده است و اشکناک است و اشکریز است. ایستاده پیش یزدان اشکریز، بداند در برابر چه کسی ایستاده است و کیست که در برابر چه کسی ایستاده است. مقایسه ای کند خود رو با او و ببیند که چقدر فقیر است و چقدر او غنی است، چقدر این ذلیل است و چقدر او عزیز است، و از این ذلت یک حالت رقتی در دل انسان پدید می آید و انسان بی اختیار می گرید. ایستاده پیش یزدان اشکریز، بر مثال راستخیز رستخیز، حق همی گوید چه آوردی مرا؟ حق می گوید برای چه آمده این مقابل من ایستاده؟ چه میخواهی از من؟ کار دیگری نداشتی؟ برو مانند هزاران نفر دیگر سر بگذار و بخواب. چرا آمده ای؟ چرا نماز صبح بلند میشی؟ چرا نماز شب؟ از من چه میخواهی؟ در نماز شب چه میخواهی؟ برو مثل هم بگیر بخواب. من که تو رو دعوت نکردم، چرا آمده ای؟ چه سخنی داری با من؟ حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که من دادم تو را، این همه مهلت بهت دادم، چه کار کردی؟ با چه روی بلند شدی اومدی پیش من با استادی؟ میگه الله اکبر، اول نفست رو میکشتی که این چه اتفاق بود. اندر این مهلت که من دادم تو را تو چه کار کردی؟ این همه خوبی بهت داد، این همه نیرو، انرژی، هر چه که میخواستی بهت دادم، چه کردی؟ چه آوردی من؟ عمر خود در چه به پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه پا میکردی؟ در روز قیامت هم همین سوالات رو میکنم، عمر خودت رو در چه هدر کردی؟ من خواهم گفت عمر خودم رو در لابلای کتاب ها هدر کردی. میگویم عجب خسران عظیمی کرد، عجب خسرانی بودی، عجب بدبختی بوده ای که عمر خود رو به جای این که در عشق الهی صرف کنی در جای دیگر صرف کردی. عمر خود در چه به پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فایده کرد؟ این همه قوت دادم، این همه غذا خورندم، آب نوشاندمت، این همه قدرت گرفتی، چه کردی در برابر این؟ این رو کجا بودی؟ در کجا مصرف کردی؟ این انرژی های که داشتی در کجا مصرف کردی؟ قوتت رو در چه چیزی فانی کردی؟ آیا
در چیزی اثر گذاشته این که الان بماند. گفتند اگر شما تک نانی به دیگری بدهی آن است، به مستقیل آن است که مانده است، همه نانهایی که خود خورده اید فانی شده است، فقط آنی مانده است که به یک فقیر، به یک مستمند دادیم. چقدر دادیم؟ چقدر از چیزهایی که به تو داده ام به دیگران دادیم؟ با خصت کامل همه را از آن خود کردی و کسان دیگر رو، بندگان من رو در اون شریک نکردی. چه جوابی داد؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ این چشمانی که به تو دادم، این گوهری بود، این رو کجا فرسوده ای؟ و قبلن که میبینید کودک چشمانش چقدر شفاف است، چقدر زیباست، چقدر نورین و رنگین و زیباست. وقتی که کم کم سن انسان پیش میرود، این شفافیت ها از بین میرود، این کدر میشود، حتی این چشم ها هم کدر میشود، فرسوده میشود. میگوید این رو کجا فرسوده کردی؟ پنج حس را در کجا پا بوده؟ پنج حس دادم: چشایی، بینایی، شنوایی، لامسه، همه اینها بویایی، اینها رو دادم. چه چیز رو بو کردی؟ عطر عشق الهی رو توانستی بو کنی؟ توانستی دست بر سر یتیمی بکشی؟ این لامسه به چه درد درد بخورد؟ جز لمس وقت خواب نرم چه چیز دیگر این دستان تو لمس کن؟ چقدر انسان رو تو از فلاکت و از رنج رهانیدی؟ پنج حس را در کجا پاودی؟ پارودن یعنی از آلودگی در آورده. این پنج حسه تو آلوده بود، اینها رو کجا صرف کردی؟ همچنین پیغام های دردگین صد هزاران آید از حضرت. همچنین حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که من دادم تو را، عمر خود در چه به پایان برده ای، بود قوت در چه فانی کرده ای، گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا باروده ای، همچنین پیغام های دردگین صد هزاران آید از حضرت. چنین در قیام این گفت ها دارد رجوع، و از خجالت شد دو تا اندر رکوع. میگوید وقتی اینها رو در نماز گفت، اینها رو که بیان کرد، این بنده دیگه طاقت نمی‌آورد، در برابر خداوند میماند، هیچ جوابی ندارد، رکوع میکند. سخنانش را که گفت رکوع. ببینید از اول آمد اتکیه احرام شروع کرده، در بسم الله که بسمل کرد وجود و نفس رو، و بعد از قیام رکوع هست. رکوع هم میگوید همه اینها رو که میپرسد، این بنده کمرش میشه، کمر که شکست به خود در رکوع میگه. چه بگوید؟ در برابر خداوند چه بگوید؟ این دقیقاً تفسیر سمبولیک و رازآلود است از حرکات بسیار زیبای نماز. اگر انسان واقعاً وقتی می‌خواهد برود رکوع، این رو در خاطرش بیاورد، سخن مولانا رو که از شرم خداوند کمرش شکست و سر برآورد، چه زیبا می‌شود. قوت استادن از خجلت نماند. وقتی رکوع هست دیگر نمیتواند بمانه، در سجود از شرم تسبیحی بخواند، دیگه نتونست حرکت بکنه، از همونجا افتاد به سجده، شرمگین بود، از رکوع رفت به سجده و در سجده تسبیحی خواند. تسبیح خواند، چه خواند؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. اونجا که کمرش شکست و کمرش خم شد، گفت سبحان ربی الاعلا عظیم و بحمده. ربی که عظیم است، اون از ذهن از پاک از خداوندی که عظیم است. وقتی در سجده رفت میگوید سبحان ربی الاعلا و بحمده، رب اعلا، ربی که اعلا هست، از همه برتر و بالاتر است. ببینید چقدر زیباست این ذکر، چقدر زیباست که انسان در خفت بارترین وضعیت و ذلت آمیزترین وضعیتی که برای انسان ممکن است در برابر خدا روی دهد، همین سجده است. دیگر چه میتوان کرد؟ از آن خاشعتر و خاضعتر بود، راه دیگری ندارد. در آنجا چه میگوید؟ خود رو خاضع میکند، سر و پیشانی بر زمین و بر روی خاک مینهد،
بینی بر خاک میمالد، بعد میگوید سبحان ربی الاعلا، ولی تو اعلا هست، من ذلیلم تو اعلا هست. در سجود از شرم تسبیح بخوان، باز فرمان میرسد بر داوس. وقتی در سجده اول است فرمان میرسد که سر برد، مگه با تو نیستم؟ مگر با تو نبودم؟ مگر این سخنها با تو نگفتم؟ مگر این سوالها از تو نپرسیدم؟ سر بردار، این از سجده اول سر برمیدارد، ولی باز هم شرمنده هست و نمیتواند به چهره جمال حقیقی و چهره معشوق نگاه کند، دوباره سجده دومی برد. باز فرمان میرسد بردار سر از سجود و پاسخ حق برشمر. پاشو جواب بده خودتو، به اون راه نزن. خب حالا مثلا سرتو کردی پایین و هی مثلا سبحان ربی الاعلا میگویی، نمیخواهد بلند شود، چون باید جواب بدن، میگوید سرتو بردار جواب بدن. سر برآورد آن دیگر ره، آن دیگر ره شرمسار. حالا دوباره چکار میکنه؟ شرمسار سرش رو بالا میبرد، سر برآورد آن دیگر ره شرمسار، اندر افتر باز در رو همچو نار. سرش رو برمیدارد، دوباره مانند مار در رو میفتد، چون راه نداره به کجا، سرش رو کجا بالا بگیرد، مگر کاری کرده است که سرش رو در برابر خداوند بالا بگیرد. باز فرمان میرسد بردار سر از سجود و واده هست کرده خبر. خودت رو به اون راه نزن، از سجده سر بردار، جواب بده ببینم چیست. این دوباره بلند میگه، بلند شو، بلند شو، سخن بگن. رکعت دوم آغاز میشود و بلند میشود و دوباره همان قصه تکرار میشود. باز گوید سر برآور باز بود که بخواهم جست از تو مو به مو، مو به مو خواهم پرسید که چه کار کردی، جوانیت را در کجا به کار بودی، انرژیت را در کجا مصروف داشتی، پولت را در کجا خرج کردی، آنچه را که به تو دادم چگونه باهاش رفتار کردی، با پدر و مادرت چگونه رفتار کردی، با دیگران چگونه بوده ای. قوت استادن پا نبودش، دوباره که ایستاده دیگه نمیتواند بایستد، که خطاب هیبتی بر جان زدش، یک هیبت عظیم خطاب می کند که بیا و بنشین و پاسخ بده. پس نشینت قعده زان باره دیگر، وقتی که نمیتواند بایستد دوباره قعده می کند. قعده یعنی یک بار نشستن، قعود یعنی نشستن، قعده نشست. پس نشینت قعده زان باره گران، حضرتش گوید سخن گو با بیان. میگوید خب حالا نشستی نتونستی پاشه، نشستی بگو. در حقیقت سجده دوم نسید به سجده ها و به تشهد. خیلی زیباست. نعمتت دادم بگو شکرت چه بود، نعمت دادم چه شکری کردی، دادمت سرمایه هیم به مای سود، سرمایه که دادم خود سرمایه را هم تو برباد دادی، سودش کجاست؟ من سرمایه عمر به تو داده بودم، این سرمایه را هم از دست دادی. انسان سرمایه را میگیرد که نهایتا چه کند؟ که بیشترش کند و سودی بیاورد. نهایتا این است که کسی خیلی عقب مانده بود نتواند سرمایه را به سود نزدیک کند، ولی لااقل دیگه اصل سرمایه را باید حفظ کند. او و من این سرمایه را هم از دست دادیم، سرمایه جوانی، سرمایه عمر عظیمی که من داده این را هم تباه کرده. میگویم کسی در بازار بغداد رفته بود برق خرید، یخ خریده بود، آورده بود و یخ ها رو اونجا گذاشته بود و میفروخت. یکی از بزرگان میگوید که من وقتی که این یکی از ادبای بزرگ میگوید من در قرآن این آیه رو که میخوندم ولعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق
و تواصل به صدر میگوید من اینجا ان الانسان لفی خسر رو معنیش رو درک نمی کردم. گفتم خدای این خسر چیه؟ رفتم همه کتاب ها و همه موارد رو گشتم پیدا نکردم. تا اینکه روزی از بازار بغداد میگذشتم دیدم یخ فروشی آمده است، یخ هایش رو گذاشته، کسی نمی خرد. در وسط تابستان این میخواد یخ بفروشد، ولی این گرما میزند و این یخ ها رو هر لحظه داره آب میکنه. داد می‌زد که ار هم من خسرت دنیا، رحم کنید بر کسی که خسران آورد در دنیا. دنیا خسر شد، خسران آمد، زیان گذاشت. میگفت من آنجا فهمیدم یعنی چه. فهمیدم و آمدم در کتابم نوشتم که معنی خسره یعنی چه. خسره یعنی این که علاوه بر این که انسان از سرمایه‌اش سودی آیدش نمی‌شود و سرمایه‌اش بیشتر نمی‌شود، خود رأس المال و خود سرمایه را هم از دست بدهد. این مرد داشت می‌خواست اینها را بفروشد که پولی به دست بیاورد، سرمایه نصف شود و یه سودی هم برای خودش بماند. اما این داشت یخ‌هایش رو می‌شد و هر چه که داشت از دست می‌رفت. بنابراین چیز دیگری نمانده بود که چون می‌شود. رو به دست راست آرد در سلام، سوی جان انبیاوان کرام. آن انبیای کرام و اولیای عظام که ما سلام میکنیم، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینها رموزی دارد، خیلی عجیب است. عرفا گفتن وقتی گفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته یعنی چه؟ سلام میدهی به پیامبر. آیا خود پیامبر نفهم بود که جواب سلام واجب است؟ آیا ممکن است که کسی به پیامبر سلام دهد اما جواب از او نشنود؟ میگوید وقتی در انتهای نماز شما گفتید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، او جواب او رو بشنید، او به شما جواب خواهد داد، پیامبر به شما پاسخ سلامتان را جواب خواهد داد. بعد که جواب داد، پیامبر و اولیا همه آمدند، ارواح گزین آمدند. به خاطر همین است که اولیای الهی آمدند برای تو، فرشتگان از ملکوت پایین آمدند. به خاطر همین است میگویی السلام علیکم. به که میگویی السلام علیکم و رحمت الله تعالی؟ به آنهایی که در این مدت آمدند دنبال تو بوده اند. سلامی که کردی آنها آمدند. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون بی حتی مطلع الفجر. همین است. وگرنه السلام علیکم، ما رو به دیوار هست، السلام علیکم و رحمت الله، یعنی چه؟ به که داری سلام میکنی؟ آنهایی که آمده اند و بر تو پاسخ میدهند. این لطف عاشقانه حضرت حق متعال شامل تو شده است. یعنی شاهان شفاعت کن لعیم، این انسان پست شفاعت کنید. سخت در گل مانده، دل از غم دونیم، پایش در گل مانده است و دلش تکه تکه و پاره پاره شده است از دوری و فراق حضرت معشوق و حضرت محبوب. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود دست افزاره رفت. حال انبیایی که آمدن میگویند آقا چاره رفت، شما باید قبل این کار رو میکردی، قبل از اینکه به قیامت بیایی و قبل از رستاخیز باید به این توجه میکرد. رو بگرداند به سوی دست چپ، در تبار و خیش گویندش که خب. برمیگردد که ببینن که این تبار و دوستانش که کنارش هستند در صحرای محشر، به پدرش که پدر جان کمکی کن، پسر جان کمکی کن، مادر جان تو همیشه به داد من میرسی کمکی کن، میگوین خب. یعنی حد نزن که وضع ما از تو هر بدتره، کار ما از تو خرابتر است. هر مادر رضیع خود رو بر زمین می‌نهد و فرار می‌کند. بچه شیرخواره خود رو بر زمین می‌نهد. آنقدر قول قیامت عظیم است که مادر بچه خود رو زمین می‌گذارد و فرار می‌کند. به فکر
در بردن جان خود است. نه از این سو هین جواب خیش گو با کردگار، ما کی می خواجه دست از ما بدار. اون کسانی که به اونها دست میازد و از دامنشون متوسل میشه میگه ما کی هستیم؟ تو از خدا بخواه، ما که خودمان وضعیتمون نامعلوم است. نه از این سو، نه از این سو چاره شد. هی به سخ و راست نگاه. اینها آیات قرآنی است و غالبا روایات که اینها رو به شکل شعر در آورده حضرت مولانا. نه از این سو، نه از آن سو چاره شد، هیچ کدام چاره نشد. جان آن بیچاره دل صد پاره شد، از همه نومید شد مسکین کیا. وقتی دیگه هیچ کس به او جوابی نداد و ماند و تنها ماند، پس برآورد هر دو دست اندر دعا. نمازی که شروع کرد هر دو دست رو در دعا می آورد. کس همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر توی و منتها. اول و آخر خودت هستی، هیچ کس در اینجا از یاران جانی که هی میگفتن قربان شما، قربانتان هستن، فدایتان شدن، از هیچ کدام خبری نیست. همه آنهایی که دور بر بودن، همه فامیل، همه اشخاص که بودن، از هیچ کدام از اینها خبری نیست. از همه نومید شد مسکین کیا، و پس برآورد هر دو دستن در دعا. که از همه نومید گشتن ای خدا، اول و آخر توی و منتها. در نماز این خوش اشارت ها ببین، این اشارت ها رو ببین. وقتی نماز میخواهی نمازت خیلی فرق میکنه، نماز خیلی فرق میکنه وقتی آدم اینها رو توجه میکنه. تا بدانی کان بخواهد شد یقین، بدانی که این قیامت حتما اتفاق خواهد افتاد. بچه بیرون آر از بیزه نماز، سر مزن چون مرغ بی تعظیم ساز. خب میگه که بیزه یعنی تخمر، میگه که این نماز مانند تخمیست که جوجه وجود تو و جوجه جان تو در اون آن است. یک تلنگری لازم است، این رو بشکن، این پوسته خود رو بشکن، پوسته نفس خود رو بشکن و بیرون بیا و از عالم تخمری به عالم جوجگی که عالم فراخناکی است اونجا قدم بگذار. بچه بیرون آور از بیزه نماز، سر مزن چون مرغ بی تعظیم ساز. یعنی که مرغی که بی تعظیم است، یعنی مرغی که ادب نشده است، نمیداند چگونه حرکت کند، تو هم مانند او سر نزن از دستور الهی. بشنو از اخبار آن صدر صدور. صدر صدور یعنی حضرت ختم مرتبت، حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله. بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلات تم الا بالحضور. پیغمبر فرمود که هیچ نمازی تمام نشد مگر با حضور، با حضور قلب، نه حضور جسم. حضور جسم همه دارن، تو حضور قلب بیاور، حضور روح و حضور جان بیاور، حضور عاشقانه. پنج حس ظاهر و پنج درون، در صف اندن در قیام صاف خون. صاف خون یعنی آنهایی که در صف ایستاده اند و صافات هم هست، سوره‌ای در قرآن هست و در آنجا نسبت به کسانی که صف بسته اند در مقام. البته این صاف خون مربوط به فرشتگان است، مربوط به فرشتگان الوهی است که اینها از صافات هم که هست همین ها هستند. در قرآن هم آمده که اینها آمدن صف به صف در برابر مؤمنان و در برابر انسان‌های بزرگ صف به صف ایستاده اند و در حال تعظیم اند. پنج حس ظاهر و پنج درون. یه پنج حس ظاهر از پنج تا درون. این پنج حس درون چیست؟ گفتن این شهوت و خشم و به قول معروف تمنیات و اینهایی هست که معمولاً پنج حس است در درون انسان که انسان ها با او توجه کنند. در سفندن در قیام صاف خون، گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. پیغمبر فرمود، روایت است که رکوع و سجود چیست؟ حلقه وجود خود رو بر در حضرت معشوق و حضرت محبوب کوبیدن.
رکوع که میکنی یعنی در خدا رو میزنی، سجودی که میکنی یعنی در خدا رو میزنی، حلقه آن در حرام کو میزند بهر آن دولت سری بیرون کنند. حلقه هر دری رو که بزنی حتما میشه انسان دری رو بزنه در باز نشه. شاید در میان ارباب دنیا چون این چیزی باشد، اما در برابر خداوند چون این نیست. خداوند هیچ دری رو بسته نمیگذارد. کافیست انسان در خداوند رو بزند و البته سری بیرون خواهد آمد. حلقه آن در حرامکو میزند بحت آن دولت سری بیرون کند. انشاءالله که روح حضرت مولانا شافی و شفاعتگر ما باشد و انشاءالله بتوانیم نمازهای ما نمازی حقیقی باشد و در پوشتن به درگاه حضرت عزت از جلال باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.